مادران و پدران شهدا در موارد زیاد واقعا لا تعد ولا توسا انسان میبینه که چه روحیه‌هایی، چه گذشتی. این جزء برکت اسلام. غلامی هستم در آزادشهر در استان گلستان. انقدر که حاج احمد خوب بود، من 15 سالش که شد به این نمیگفتم که احمد، میگفتم احمد آقا، میگفت جان بابام. حاج احمد خیلی خوب بود. حاج احمد دینش، ایمانش، روزش، نمازش. حاج احمد وقتی که اون روزی که میخواد ازدواج کنه رفت مکه، خانم شگرف رفت مکه، آمد یک دست لباس عربی گرفته بود، این لباس عربی رو می پوشید، نماز می خواند، بعد از نماز یک ساعت فقط قرآن می خواند. نماز شب که می خوند، بعد از نماز شبش قرآن می خوند. صدای قرآنش، یعنی گوش می کردم، فکر می کردم صدای پدر می دارم گوش می کنم. اسمش که همین سربازی که در آمد استخدام شد تو سپاه. تقریبا چند ماهی اونجا یک دو سالی سه سالی بید آقا بود که سپاه آقا بود. بعدا از اونجا انتقال گرفت آمد گرگان. این در گرگان پرمانده تخریب بود. این یک بار رفت سوریه، دو ماه وایستاد. دو ماه وایستاد آمد. آمد یک سه ماه چهار ماهی وایستاد خانه. بعدا آمد اینجا خداحافظی با ما کنه. گفت مادر میخوام برم سوریه. حاج احمد اینقدر با مادرش علاقه داشت، همیشه از سرویس که میامد پلکت پیاده میشد، میامد خبر ما رو میگرفت، چای رو اینجا میخورد میره. خیلی مهربان بود. دست میبوسی، پیشانی بوس میکرد، مثلا دستام رو بوس میکرد. هر موقع میامد کنارم میشست، بغل میکرد. یعنی باباشم همجوری بود. یه نفر مثل که نمیدونم گازش بوده، برقش بوده، اینا رو قطع کرده بودن. بنده خدا بوجه هم نداشته ببره بریزه. آمده بود همین جربست میکردن که مثلا چرا قطع کرده، اینه بله پسرم شنیده. اینه کشیده کنار، خوب چیزات بده من ببرم بریزه. دیگه مادر پدرش آمدن اینجا داشتن گریه میکردن، هم پسرای پسر همه پسرش باهاشون آمده بودن، مادر پدرش هم آمده بود. گفتیم خب این قضیه چیه، چی از کجا اینو میشناختین، برای چی شما مثلا ترکمن هستین؟ پسر ما مثلا میگه که ما پسر من سرباز پسر شما بود. میگه این انقدر محبت کرده، پسر من سروازی فرار میکرد، هیچ جا وای نمیستاد، به ما کمک نمیکرد. چیز بودن، بنده خدا کشاورز بودن، میگه کشاورزی به ما کمک نمیکرد. میگه سرباز پسر شما شد، مرخصی میگیرید، میامد موقعی کشاورزی به ما کمک میکرد. از حاج احمد سوال کردن که گفتن که حاج احمد تیپ میخوا پرده بره. خب این پرمانده تخریب بود، اختیارش دست حاج احمد بود. گفتن که میخوا پرده صبح تیپ باید حرکت کنه بره مثلا ایران. حاج احمد گفته بود که من تا شهید شیروانی را اگر نیارم
من ایران نمیرم، باید برم شهید شیروانی رو بیارم. شهید شیروانی کیه؟ شهید شیروانی همین از گرگان که حرکت میکنیم به طرف آزادشهر، اولی شهری هست ولی بله. اسمش نمیدونم. هیچی رفتن دنبال اون آقا که اونو بیارن. 16 روز مانده بود خاک سوریه. حاج احمد میره بیمار، همه رو خونسا میکنه. میرسن اونجا، حالا این فیلمبردار صحبت میکنه.